سازمان جهانی نفی خشونت 7 توصیه به مناسبت گرامی داشته یاد و خاطره و ادای احترام به قربانیان تروریسم به جامعه بین المللی ارائه کرد. این سازمان در این پیام اظهار امیدواری کرده که این راهکارها به کاهش درد و رنج قربانیان تروریسم و تأمین امنیت جوامع آنها کمک کند و از جامعه جهانی به صورت عام و کشورهای مربوطه به صورت خاص خواسته است تا این دستورالعمل را جدی بگیرد. مشتبه اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده از واشنگتن با ما همراه هستند. آقای اخوند، سلام و عرض ادب. سلام عرض میکنم، ممنونم که من رو مجدداً در برنامه خودتون دارم. بزرگوارین. جناب آقای اخوند، توصیه های هفتگانه سازمان جهانی نفی خشونت تا چه میزانی تضمین اجرایی دارد؟ بفرمید. من فکر میکنم که اگر خورد خورد مسئله رو نگاه بکنیم، همشون قابل اجرا هستن. علت این که ما درخواست کردیم که تلاش ها همه جانبه باشه. اگر هر ارگان یه مقداری تلاش بکنه، این همه جانبه بودن رو میشه رسید. مبارزه با گروه های تندرو هستش، ارگان هایی هستن که این کار رو دارن انجام میدن. تشویق و کمک کردن به ارگان هایی که مستقیما دارن کار رو انجام میدن، دوباره این داره انجام میشه. در سطح بین المللی و در سطح کشوری، مرزهای جغرافی مختلف، این تلاش ها داره انجام میشه و به نظر من کاملا تضمین اجرایی شاید طولانی مدت باشه، ولی قابل رسیدن یک هدفی هستش که میتونیم بهش برسیم. در بیانیه تاکید شده علارغم تلاش هایی که برای مبارزه با تروریسم انجام شده، راهکار مناسبی برای ریشه‌کنی آن یافت نشده. به نظر شما چرا؟ من میخوام یه مسئله رو توضیح بدم که یک سودی در جنگ، در فروش اسلحه، در از بین بردن صلح و بعد مهیا کردن امنیت، این وجود داره. اگه این رو در نظر بگیریم که این یه سری کشورها از این مسئله سود میبرن، شاید نخوان حقیقتا این مبارزه به هدف برسه. ولی در مسئله بعدی این هستش که داعش در سوریه و عراق یک برند شناخته شد و مبارزه با اون برند بود. آیا حقیقتاً کشورها که میدونن داعش معمولاً سلفی یا وهابی هستن، آیا مبارزه با اقلیت و اون ذهنیت، اون اندیشه های وهابی صفت، آیا واقعا مبارزه با اون هستش؟ نه، متاسفانه با برند داعش که برایش یک من جغرافیه گذاشتن سوریه و عراق، یک توضیحی براش دادن برای این مرز، یک پرچمی رو گذاشتن، پس برندش کردن. با اون برند تمام کشورها مبارزه کردن، ولی با عقلیت، با ذهنیت، با طرز تفکر داعشی ها متاسفانه هیچ نوع مبارزه حقیقی انجام نشد. و مبارزه باید دو سو داشته باشه، اقدام حقوقی و اقدام اجتماعی. اقدام حقوقی درسته، بعضی از کشورها قوانینی رو در مورد برند داعش گذاشتن، نه در مورد تمام تندروهایی که اون افکار رو دارن، چون در کشورهای اروپایی متاسفانه کسانی هستن که هنوز ترویج تندرویی رو دارن در سوشال میدیای خودشون، ولی وقتی که پیگیری میشه در مورد اینکه این شخص تندرو هست، بیشترین جوابی که شما میگید این هستش که آزادی بیان رو داره. تا وقتی که اون آزادی بیان ترجمه نشده به آزادی به اقدام تروریستی، کشورها هیچ نوع حرکتی در موردش نمی کنن. پس توانایی ما به عنوان یک دهکده جهانی برای مبارزه با ترور محدودیتش تا موقعی هستش که این موج اقدام خودش رو نشون میده، ولی تا قبل از اون به عنوان آزادی بیان که یک شخص داره یه سری افکار رو ترویج میده، اگر اقدامی بران کرد، بله یه سری قوانین هست، یه سری مقررات هست، رصد میشن و از بین میرن. ولی این که بخوان با طرز تفکر داعشی مبارزه‌ای بشه، متاسفانه هیچ نوع اقدام حقیقی نشده، نه از طرف کشورهای اروپایی لایک، نه از طرف کشورهایی که ادعای اسلام رو دارن و اسلامگرا هستن، ولی در حقیقت اونها هم یا سودی از مسئله میبرن یا با برند داعش مبارزه کرده و نه تفکرات افراطگرایی داعش.
تخلیه اردوگاه‌هایی که خانواده‌های گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق را در خود جای داده، چگونه ممکنه که اینا تخلیه بکنن؟ آقای اخوان تو یه دقیقه لطفا. بله سلام بشید. ببینید سودی در نگه داشتن این خانواده‌ها در این اردوگاه‌ها نیست. به نظر من چند بُعد رو باید ما در نظر بگیریم. یک، فرهنگ سازی در اردوگاه. دو، این بیاد چند مرحله‌ای بشه اومدن این افراد در جامعه. یکی از مراحل هستش که پناهجویانی از کشورهای دیگه هم وارد کشورهای میزبان میشن، اینها در یک اردوگاه دیگه ای هم بیان که با اونها یه سری گفتگوها بشه، یه صیقل اجتماعی محدود بخورن. سه، جرم اینها بهشون گفته بشه که شما از خانواده های تروریست بودن و افرادگرایی که هستین جرمتون اینه، ولی در جامعه آروم آروم رها بشن با در نظر گرفتن فرهنگ اون کشور، و اگر جرم کوچکی انجام دادن دیگه اون موقع بیشترین اقدام قانونی برای زندان کردنشون انجام بشه، ولی اگر جرمشون مشخص نباشه رها کردنشون در جامعه متاسفانه یک ضرر روی ضرر هستش. سپاسگزارم از شما مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاد از واشنگتن با ما همراه بودند.